با یاد و نام خداوند متعال هموطنان عزیز سلام. امید که هر جای کسی صحتمند باشه. طبق روال برنامه خبرنامه پنجشنبه است و قرار هست که گلچینی از برنامه‌هایی را که طی هفته دیده بودید باز دوباره تقدیم شما بکنیم که اگر که ندیدید ببینید و اگر که دیده بودید لذت بیشتر ببرید. این هم گلچینی هفته تقدیم شما. و اما خبر امروز را با یک خبر خوش شروع بکنیم. برای جوانان تویانه حرام شد و واقعیتش یکی از کابوس‌ها شاید بگیم یکی از بلندترین کوتل‌های زندگی هر جوان در افغانستان آرزو گرفتن باشه و تشکیل زندگی. شاید باورتان نشه که یکی از مهمترین دلایل مهاجرت جوانان ما هم به کشورهای همسایه همی آرزوهای پرهزینه است و گرفتن تویانه و شیربها. اما علما و بزرگان ولسوالی‌های ورس و یک کولنگ بامیان یک کار بسیار زیبا کردن و گفتن که تویانه و شیربها هیچ گونه مبنای شرعی ندارد و آدم فروشی و مطلقاً حرام است. خوشا به حال جوانان این دو ولسوالی، امید که حرکتی که از بامیان شروع شده فراگیر شود. این جمع علما حتی پا را فراتر هم نهادن و فیصله کردن که مراسم فاتحه به نان و چای خلاصه شود و بعد از چاشت هم برگزار شود به خاطر که مصارف و هزینه‌اش کم شود. بله، کار خوب و قابل قدر است، چون یکی از فقیرترین کشورهای جهان هستیم که بالاتر از 60% مردم و به گفته جناب رئیس جمهور یک وقت گفته بودن 90% زیر خط فقر هستیم. کار چندان مناسبی به نظر نمیرسه. باور کنید اگر کسی محفلهای خوشی و یا خدا دور داشته باشه محفلهای غم و فاتحه گیری ما را ببینه، از عربهای خلیج فارس که هم ما مفشنتر و مفصلتر برگزار میکنیم. طالبان برای سلامتی ترامپ دست به دعا شدند. بله، امر رقمی که عرض کردم حدود یک ماه است که از آغاز مذاکرات بین الافغانی در دوحه تر میشه و امروز 10 روز میشه که هیئت افغانی و طالبان روبرو ننشستن و روی اجندا و هیچ نوع توافق و صحبتی هم صحبت نکردن. بدون تردید مذاکرات به این رقم به بن‌بست رفته دیگه. خب البته باید هم میرفت. چرا که جناب ترامپ وقتی وعده میده که تمام نیروهایش را تا 1.5 ماه دیگه از افغانستان میکشه، خب سر آدمه که مار نگزیده باشه که صلح بکنه. چرا که طالبای کرام فکر میکنن که دست بلندتر در جبهه جنگ دارن و دولت بعد از رفتن آمریکا با سر سقوط خواهد کرد و از اون طرف چه نیازی است که آدم مذاکره و مصالحه بکنن، حال چه بر مبنای قرآن و سنت باشه چه بر اساس توافقنامه‌شون با آمریکا. میدونم چرا قضیه برای طالبان جدی است، چون که جناب ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک مصاحبه گفته بود که ما امیدواریم که جناب ترامپ در انتخابات پیروز شود و حضور نظامی آمریکا را در افغانستان به پایان برساند. حالا فهمیدید وقتی هم که جناب ترامپ کرونا گرفتم یکی دو روز پیش، یکی از رهبران ارشد این گروه گفته است که وقتی که از مبتلا شدن جناب ترامپ به کرونا آگاه شدیم نگران سلامتی وی شدیم. بله، من هم جای طالبان می بودم، از خاطر مرضی ترامپ دلواپس و نگران می شدم و دست به دعا برمی داشتم خدای ملا ترامپ را هرچه سریع تر لباس عافیت بپوشان. مقصد نه به او وقت که با کفار و امریکا به جهاد بودید و نه به این روزها که برای رهبریت امریکا دست به دعا شده اید. فقط ای اعرابی، این راه که می روی به ترکستان است. این روزها مصادف بود با سالگرد اربعین شهادت حضرت حسین ابن علی علیه السلام و 72 یار یگانهشان در کربلا، که البته موضوع کرونا تا حدود این راهپیمایی را برای شتافتن به مقصد زیارت و عرض ارادت به ساعت او امام بزرگوار تحت شعاع قرار داده بود. با این حال جالب است که در جای جای دنیا ارادتمندان به خاندان اهل بیت انجام تکلیف کردند. مثالش همین مسلمانان ماداگاسکار، شاید ما و شما جایش هم ندانیم، جزیره است در جنوب شرقی قاره افریقا. ببینید که 25 کیلومتر شه در مینو تم شه انه ماشاءالله محیط به اهل بیت لوکو نه گرمی شعور نتیجاتی احساس نتیجاتو انه بچاو بوداو بزرگو بدا چالی چالی نه یا حسین یا حسین که را کتا جریه شه لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین ماما سلام ماما اکور جیابے لبیک یا حسین مما تو نا حیاتو نا
ماشاءالله لبیک یا حسین. اما یک مشوره شیرین از یک طفل که اگر شنیده باشید که میگفتن گپ راست رو باید از کودکان شنید، این مشوره و گپ راست رو هم تقدیم میکنم به تمام هموطن عزیز، بالاخص دختران سرزمینم، اخصا که یکی دو روزی هم هست که رسانه های اجتماعی پر شده است از تبریکی بابت روز جهانی دختر. ما هم تبریک میگیم روز جهانی دختر خدمت تمام دختران سرزمین. و با این شعر از حضرت بیدل که فرمود: بیدل در این ستمگاه از درد ناامیدی بسیار گریه کردیم، اکنون بیا بخندیم، تقدیم شما. دختر خانم ها میاز نپرسان مگنه که چی رخم باچه خوبه چی رخم باچه بده، آدم نمفهمه دیگه. دمزی دور زمانه یک چیز مگون بلده شما دختر خانم های گول عزیز، اگر گب از من رو گوش مگنید، امی یک چی بغون سوغون تر بهتر. با چپ طلبان تمت سیک دیش سیک کلکی کرکی و زخم مخمود اونور کڑک پشک واری بگیر. با ایمان پشت قیافه میافه نگر، قیافه با درگ نمخوره. او با جای بلولو ملولو که دستایی رقمونه وان اندادن نمیتنه. با ایلا یک نفر باش تنبون از وار روست کنه. با چه بغوند امی کومیش دلده دروش بود، اینجاش تفقیده مرقیده بود، اونور کڑک بگیر اونور مرد زندگیه. تو کدوم زو توی کنی تمام زندگی لحظت مبری، اما خس لحظت مبری خوش حال نتنی بخی دیر شما دیگه. تن مرده و جان نادان یکیست، اما جنگ هلمند یک وحش دیگه هم داشت. خبری بود که در جریان این جنگ گویا بعد از رفتن نیروهای دولتی، مردم محل و همو ساحه شروع به تخریب پایگاه های ارتش کردند و چوب و آهن و وسایل و تجهیزاتش را چور کردند، همون رقمی که عکس ها را میبینید. و حتی یک استادگاه برق را هم گفتند که سرقت شده و برق دو ولایت جنوبی کاملا قطع شده. خب البته سخت بود باور بکنیم بر ما در تلویزیون تمدن، و ما هم منتظر ماندیم که خبر موثق برسه، تا اینکه امروز در پارلمان همین گپ مطرح شد که کاملا موثق است گویا. ببینید به کنار از این متاسفانه که طالبا تمام تجهیزات سبستیشن برق هلمند با یغما بردن، و امروز برق قندار و برق هلمند به سبب نبود این سبستیشن قطع شده، و 15 نفر از کارمندا و کارکنان فنی از این اداره را با خود بردن. بله، من وقتی میخواستم همین خبر را بنویسم، به واقعیت برای انتخاب عنوان یا همون تیتر خبر مانده بودم که چی انتخاب بکنم. بین از این دو که پیش خر خرمهره و گوهر یکیست، یا که تن مرده و جان نادان یکیست، و کدام یک با مسماتر است؟ بخشی از تصاویر چور کردن پایگاه ارتش در هلمند تقدیم شما، انتخاب و عنوان خبر هم با شما. تحمل کن وطن این درد درمان می شود روزی، و قصر ظالمانت سخت ویران می شود روزی. تحمل کن وطن نام پریشانت به ما کافیست، برای دردهایت میهن خوبم خدا کافیست. تحمل کن وطن هرچند میدانم پریشانی، به سنگت میزنند از هر طرف یک مشت نادانی. قلم حتی نمیداند پریشان می شود گاهی، خدایا قلب انسان مثل حیوان می شود گاهی. دیگرش را به واقع نمی فهم، فقط هر کجای وطن که هستیم، حال به چی وفاداریم هم مهم نیست، یا به جمهوریت وفادار هستیم یا به امارات، هرچی که هستیم وطن فروش نباشیم، زیربناها را تخریب نکنیم. زیربناهای کشور اعم از سرک و پل و پلچک و شفاخانه و مکتب از بین نبریم، چرا که اولا از بیت المال مسلمین است، دوما آخرش ما و شما قرار است که در همین خاک زندگی بکنیم، حالا چه جمهوریت قبول بکنیم چه امارات.
دیگران باور بکنید که دلشان برای ما و شما نمی‌سوزه. همین آمریکای عزیز که هر دو طرف سنگش به سینه می‌زنن، یکی به خاطر توافق نامه صلحش دل خوش کرده و یکی هم به حمایت‌هایش، خبر دارد که تمامی 400 پایگاهشان را قرار است که از افغانستان تخلیه کنند و تمامی تجهیزات و تانک و وسایل خود را هم می‌برند، حتی یک سوزنشان را هم به جای نمی‌مانند. اما نه که تخلیه تنها باشه، که تخریب هم گویا می‌کنند، هر چی که بنایی هست، دیواری هست. این موضوع ابتدا در برخی رسانه‌های خارجی انعکاس یافته بود و حقیقتاً برای ما سندیت نداشت، اما باز هم امروز در پارلمان و دیروز هم البته در پارلمان مطرح شده بود. تقدیم شما. دمی دا 12 روز تمام نمی تانگا و تاسیسات خود مرد امریکایی‌ها میبرن به طرف پاکستان و خودتان از امون سایه بگرام هستین، شاید معلومات داشته باشی. و من که در شرق کابل زندگی میکنم و هر شب و هر روز روز 100 و 200 تانگ خود و تاسیسات خود و تمام چیزای نظامی خود اینا به طرف پاکستان میبرن. من فکر میکنم دوره 16 ما شما یک قرارداد داشتیم، اگر یا افغانستان ترک میگن خب مثل روسا و هر چیز خود این جیلا کنه. من فکر میکنم کال و چیزایی که از اینا باقی مانده اونا را خراب میکنن و تمام وسایل خود میکشن به طرف پاکستان. گرگ در لباس میش، اما چرا واقعا روحیه و مورال دزدای محترم تا این حد باید بلند باشه؟ اینی هم دلیلش، دزد را که بالفعل در وقت دزدی موبایل دستگیر کرده بودن با رنجر انتقال میدن، اما پیش از رسیدن به حوزه رها میشه دزد محترم. فقط من نفهم که چرا پیش از رها کردن همین دزد تلاشی میکنن بعد از رهایش میکنن. اینی هم سندش که یکی از رسانه های داخلی ارائه کرده. د کابل دولسمی حوزی اړوند احمد شاه بابا سیمه کې د خپل دفتر په لور روانو چې د خلکو په ګڼګونه او د پولیسو پر رینجر موټر مسترګې ولګې دي. دوه کسانو له یو بل کس موبایل تخته ولای، خو پولیسو نیولی او په موټر کې د خلکو لسترګو پنا کوي چې ګواکې امنیتي حوزې ته بیایي. زموږ د کمرې تعقیب ورپسې دی، ګورو چې په نیمه لاره کې تلاشي کوي او خوشې کوي. بله، حالا فهمیدید که چرا ناامنی ها کاهش پیدا نمی کنه؟ مردم بندگان خدا می گفتن که دزد و پلیس، البته بخشی از پلیس، دستشان در یک کاسه است. باورش سخت بود، چرا که شایعات است و تا سند نباشه نمیشه که باور کرد. اینی هم یک سند دیگر، دزدی را که به زبان خودش اعتراف میکنه به وجود گرگانی در لباس میش. کیرمش نسی که حمایت میکنه، قایصه میکنه، لایت میکنه و گیرت میکنه، کیرمش نسی؟ جاوید است که دیگه دیگه نامش نمیفهمی که چی است. رتبه جاوید دم چیست؟ گازما. گازما سهار است. هفته چقمت چقمت یورو پیسا تا فعلا ندادیم. کاتش چا چا پروتکل کدی؟ پروتکل نا کنم گفت چی گفت؟ گفت گرفتی تقسیم میکنی. گرفتی تقسیم میکنی؟ من چند تا تلفن گرفتی امروز؟ چا می اولم بیت گیرم کدی دینار روز چند تا گرفتی؟ دروغ نگو، راست بگو. دینار روز کماندون برامدین چند تا گرفتی میگم؟ چند تا گرفتی میگم بگو. در همین رابطه یک خبر دیگر را هم یکی از خبرنگاران کشور در صفحه فیسبوکشان نشر کردند که گویا یک گروه 8 نفری اختطافگران در هرات پس از او که یک صراف را رو بوده بودند بازداشت میشن. اما نکته تلخ و جالب خبر است که 3 عضو همین گروه که دستگیر شدن از اختطافچی ها کارمندان رسمی همو حوزه امنیتی پلیس هستند که در اونجا صراف در مربوطات او روبوده شده بود. امید که گلچین یه هفته طرف توجه شما قرار گرفته باشه. وقت شما خوش.